صدای ما را از لندن رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من شل رحقانی فر با برنامه با خبر امروز دوشنبه 23 خرداد ماه 13 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا مروری بر مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه اعتصاب‌ها در بازار، کسبه کازرون هم مغازه‌هایشان را به نشانه اعتراض بستند. بازاریان می‌گویند با افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها دیگر خریداری وجود ندارد. واکنش‌ها به خشونت نیروی انتظامی علیه بازنشستگان تامین اجتماعی، معترضان برای نهمین روز پیاپی به خیابان‌ها آمدند. و گزارش رویترز از سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی در ماه آینده. جو بایدن میگوید به دلیل امنیت منطقه و اسرائیل به ریاض سفر میکند. سلام بر شما. صبح امروز کسبه کازرون در ادامه اعتراض‌های بازاریان با تعطیل کردن مغازه‌ها اعتصاب کردند. ماموران پلیس با حضور در میان تجمع کنندگان تلاش کردند تا بازاریان را به ترک اعتصاب ترغیب کنند که با مخالفت آنها مواجه شدند. بازاریان و کسبه پیشتر در اعتراض به تورم و بی‌ثباتی قیمت ارز فراخوان اعتصاب سراسری داده بودند. در این فراخوان از بازاریان خواسته شده دوشنبه 23 خرداد یعنی امروز مغازه‌هایشان را در هر شهر و روستایی ببندند و به اعتصاب سراسری بپیوندند. همه ما یک وضعیتی موجود اومده که اون مشکلاتی که شما دارید همه ما داریم. ما هم ناراحتیم از این اتفاقی که افتاده. ما هم ناراضی هستیم از این اتفاقی که افتاده. ولی موضوعی که امروز در این شرایط اقتصادی کنونی جامعه همه درگیرشیم. تنها راه نجاتمون اتحادمونه. والله سوگند اگر ما مردم کازرون با هم دیگه متحد بشیم. آقا کوچه به رحمان داره میبنده. ببینید داره میبنده. کوچه به رحمان داره میبنده. از نظر مالیات. آره برای مالیات. هیچ چیز دیگه نیست. سعادت بسته. چند داره میبنده. بچه‌ها همه ریختن کوچه. آنچه شنیدید بخشی از تصاویری است که از اعتصاب کسبه در شهرهای کازرون، اروک و تهران به دست ایران اینترنشنال رسیده. اما در دومین روز از اعتراض بازاریان شهرهای مختلف ایران به تعرفه‌های مالیاتی و برخوردهای امنیتی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از توقیف اموال موجود در انبارهای لوازم خانگی محله امین حضور تهران در نیمه شب جمعه خبر داده. حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی این ستاد ارزش اقلام ضبط شده در یکی از انبارها را بیش از 4 میلیارد تومان اعلام کرده. او گفته از یک انبار دیگر هم 13 میلیون کامیون کالای قاچاق ثبت شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم دلیل اعتراضات این صنف را فشار سازمان امور مالیاتی اعلام کرده. اکبر پازوکی گفته مالیات‌ها در حالی افزایش یافته که به علت کاهش قدرت خرید مردم، فروش واحدهای صنفی کاهش چشمگیری داشته. از اونجایی که اعتراضات در ایران به طرز کم سابقه‌ای در اقشار مختلف در حال گسترش است، از مهدی مطبی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان پرسیدیم آینده این نارضایتی‌ها در بین تمامی گروه‌های اجتماعی را چگونه پیش‌بینی می‌کند. بله، فکر می‌کنم همه کسانی که این ماجرا را از نزدیک می‌شناسن الان خوب می‌دونن که در دستگاه امنیتی در ایران داخل تحولات داره چی می‌گذره. الان نهادهای امنیتی ایران از وزارت اطلاعات بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه، بخش‌های امنیتی ناجا و حتی حراست تاب، بسیج های اصناف، بسیج های کارگری، طور خلاصه تمام نهادهایی که یه جوری حافظ اقتدار ولی فقیه هستن، حافظ نظم و استقرار حکومت اسلامی هستن، الان با تمام توانشون دارن تهدید میکنن بازاریان رو، بهشون دارن زنگ میزنن، باشون مذاکره میکنن، خط و نشان میکشن، اگه لازم باشه بازداشت میکنن، لازم باشه به مامان باباشون زنگ میزنن، زن بچه‌هاشون رو میترسونن که در واقع اعتراضات رو خفه بکنن یا ساکت بکنن. این مکانیزم واکنشی حکومت ایران در 14 گذشته به هر نوع اعتراضی در ایران بوده و این باعث چی میشه؟ همون ماجرای فنر دلار که ما میگیم دلار رو از همین امروز دوباره شروع کردن به ضرب و زور بازداشت، به ضرب و زور پروپاگاندا و به ضرب و زور تزریق ارز در اقتصاد پایین نگه میدارن، اما بالاخره اون دلار بالا خواهد رفت. اعتراضات هم همینطور هست، تب اعتراضات رو به ضرب و زور فشار امنیتی، به ضرب و زور پروپاگاندا پایین میارن اما بالاخره بالا خواهد گرفت. برای من مثل روز روشن، این چیزیه که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. مثل روز
روز روشنه این اعتراضاتی که الان به ضرب و زور شمشیر داره ساکت میشه بالاخره بیرون خواهد زد با در ابعادی بسیار بزرگتر. اینکه این اتفاق فردا بیفته یا سه هفته دیگه یا سه ماه دیگه فکر کنم قابل پیش بینی نیست برای هیچ کسی. دفعه قبل که ما چنین اعتراضی داشتیم سال 1397 تیر ماه 1397 سوم تا پنجم تیر ماه اعتراضات از بازار تهران شروع شد، در واقع از پاساژ علاءالدین تهران موبایل فروش ها شروع شد، بعد رفت به بازار رسید، پارچه فروشان بازار تا چهارسوق رفت و بعد رفت تا نهایتاً روز بعدش به بازار طلا فروشان تبریز، اما اونجا تو که حکومت تونستش پایین بکشدش. اینکه امسال با تمام برنامه‌ریزی حکومت آیا دوباره بخش بزرگتری از بازار وارد میدان میشن یا نه هنوز برای من قطعی نیست، اما من این رو میدونم و یقین میگم بخش‌های اعظم بازار ایران نه تنها مخالف و منتقد شرایط موجود هستند بلکه با نظم فعلی مشکل دارن برخلاف انگاره‌ای که حکومت می‌سازه. بنابراین در اولین فرصت امکانی پیدا بکنن اعتراضات تبش بالا خواهد گرفت. توضیحات مهدی مطوی آزاد روزنامه‌نگار از بنی آلمان را شنیدید و همینطور وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به بازارهای ملتهب و مردم معترض وعده‌هایی بوده که پیشتر بارها آزموده شده. از لیلی خامنه روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر ترکیه پرسیدیم آیا بدون ایجاد تغییر در سیاست‌های کلان نظام بهبودی در معیشت مردم ایجاد خواهد شد؟ ببینید نه، امکان نداره، به خاطر اینکه تا وقتی که ما در اقتصادمون که الان هم بسیار ملتهب هستش و بسیار بحرانی هستش، تا وقتی تغییر در سیاست‌های خارجی صورت ندیم، تا وقتی که ارتباطمون رو با دنیا، با اروپا، با کشورهای همسایه بهبود نبخشیم، تا وقتی که نتونیم به ثبات اقتصادی لازم در کشور برسیم، تا وقتی که سیاست گذاری های پولی و مالیمون به روش آزمون و خطا نباشه و مدام این آزمون و خطا تکرار کارهای گذشته باشه یا بر اساس تعزیرات باشه یا برخوردهای امنیتی باشه، هیچ کدوم از این بهبودها صورت نمیگیره و تنها و تنها یک مدتی دوباره پروندهش بسته میشه و دوباره ما اعتراضات جدیدی رو شاهد خواهیم بود، چون واقعا اقتصاد رکود اقتصادی داریم، کسبه نمیتونن بفروشن و در مقابلش با مالیات‌های سنگینی مواجه هستن. آنچه شنیدی توضیحات لیلی خامنه روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر ترکیه بود. همزمان با نهمین روز اعتراض سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی، رسانه‌های وابسته به دولت از پرداخت ما به تفاوت افزایش حقوق از 25 خرداد خبر دادند. این در حالی است که برخوردهای خشن با معترضان واکنش‌های منفی به دنبال داشته و امروز هم شهرهای ایران شاهد ادامه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان بوده. همکارم ساناز قاضی‌زاده و توضیحات بیشتر. نکته خیلی مهم اعتراض بازنشسته ها این هستش که به نهمین روز خودش رسیده، نهمین روز پیاپی و واکنش های بسیاری رو به همراه داشته، رفتار خشونت آمیز نیروهای یگان ویژه یا یگان هایی که در رسانه های اجتماعی به نیروهای سرکوب مشهور شدن. نکته مهم دیگه این هستش که ابراهیم رئیسی در واکنش به اعتراضات روزهای گذشته به معاون اول خودش دستور داده تا این موضوع رو پیگیری کنه و میزان پرداختی ها رو پیگیری کنه، اما بازنشسته ها در کانال هایی که دارن، در رسانه‌های گروهی که خودشون برای خودشون دارن، رسانه‌های اجتماعی، این موضوع رو خیلی بهش اعتنایی نمی‌کنن و خیلی به حرفای آقای رئیسی اعتمادی ندارن. اما این واکنش‌ها از یکی از مهم‌ترین واکنش‌هایی که در روز گذشته شاهدش بودیم، واکنش شاهزاده رضا پهلوی بود که به صورت روشن تصویر اعتراض اصفهان رو منتشر کرد در اینستاگرامش و در اونجا توضیح داد که صندوق‌های بازنشستگی به واسطه به قول ایشون دزدی‌هایی که داره انجام میشه در 40 سال گذشته خالی شده و باید در فردای ایران براش فکری بشه. امروز هم اعتراض بازنشسته‌ها ادامه پیدا کرد. یعنی نکته روشن اینها این هست که فضا امنیتی تر شده، به خصوص در کرج که فضا رو به شدت امنیتی توضیح میده و حتی میگه که امکان حضور تجمع 2-3 نفره هم وجود نداشته. گزارش همکارم ساناز قاضی‌زاده رو شنیدید از اعتراض سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در نهمین روز.
و اما چند خبر کوتاه از ایران. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی و عضو هیئت مدیره این سندیکا، اعتصاب قضا کرده. این فعال کارگری در تماس با خانواده‌اش گفته در اعتراض به افزایش فشارهای بازجویان و عدم رسیدگی پزشکی، اعتصاب قضایش را از امروز آغاز می‌کند. یک مقام وزارت بهداشت ایران درباره افزایش مبتلایان به تب کریمه کنگو هشدار داد. بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در وزارت بهداشت، با اشاره به نبود هیچگونه واکسن برای مقابله با تب کریمه کنگو میگوید آمار مبتلایان به این بیماری از ابتدای سال نسبت به آمار کل سال گذشته 40% افزایش داشته. گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکشا از نصف شدن صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به دلیل حضور روسیه در بازارهای آسیایی حکایت دارد. شرکت اطلاعات داده کپلر گزارش داده میزان بارگیری نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه گذشته حدود 400 هزار بشکه در روز بوده. بر اساس این آمار تقریبا نیمی از نفت بارگیری شده توسط ایران در دو ماه گذشته بدون مشتری مانده است. دادگاه انقلاب شیراز در احکامی که چندی پیش صادر شده 26 شهروند بهایی را مجموعاً به 85 سال زندان محکوم کرده. این شهروندان علاوه بر حبس و مجازاتی از جمله مجموعاً 24 سال تبعید، ابطال گذرنامه و معرفی روزانه به اداره اطلاعات به مدت 2 سال محکوم شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین، به باخبر توضیح می‌دهد که این احکام سنگین بر اساس چه اتهاماتی صادر شده. عنوانی که مطرح کردن اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور هست، این ماده 610 قانون مجازات اسلامی، و این عنوانی هستش که به بسیاری از شهروندان که فعالیت مدنی دارن میزنن، برای اینکه خب اونها رو به محاربه، برق، جاسوسی، افساد فلعز و غیره نمیتوانن به هیچ وجه متهم بکنن، هرچند که گاه میبینیم که چنین اقدامی هم انجام میدن. به طور مشخص اونها کاری که کرده بودند این بوده که در ارتباط با مسائلی که مردم فقیرنشین شیراز داشتن، محله‌های فقیرنشین شیراز داشتن، به اونجاها مراجعه می‌کردن، در محله‌های مثل حافظیه، مثل تخت جمشید جمع می‌شدن و راجع به مسائل بحران آب و مسائل مربوط به محیط زیست صحبت می‌کردن و اینها رو جمهوری اسلامی و مقامات قضایی اون تبانی و اجتماع تلقی کردن علیه امنیت کشور. این امنیت کشور از نظر اونها آنچنان به راحتی خدش پذیر هست که کافی چند نفر راجع به یک موزل اجتماعی صحبت بکنن. از این نظر هستش که حالا علاوه بر این افراد، خب جمعیت امام علی رو که صرفا کار خیریه داشته منحل کردن، و حالا بعد از چند سال، چون این از دادگاه در سال 95 هست، تا اکنون ادامه داریم، بعد از 6 سال این حکم سنگین رو صادر کرده آقای محمود سادات قاضی دادگاه انقلاب شعبه یک شیراز، بنده یک شیراز. توضیحات حسن نایب هاشم رو شنیدید، فعال حقوق بشر از فیه. خبرگزاری رویترز از سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی در تیر ماه خبر داد. رویترز بدون اشاره به جزئیات نوشته جو بایدن پیش از این سفر به اسرائیل خواهد رفت. بایدن پیشتر هدف از هر گونه سفر به ریاض را افزایش صلح و ثبات در خاورمیانه عنوان کرده بود. از سوی آویف کوخاویف، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، پس از حمله به فرودگاه دمشق گفته اسرائیل باز هم به زیرساختهایی که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند حمله خواهد کرد. حمله روز جمعه اسرائیل به فرودگاه دمشق در سوریه این فرودگاه را موقتاً تعطیل کرده. شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی و حزب الله از این مکان برای انتقال سلاح استفاده می‌کردند. همزمان شورای امنیت ملی اسرائیل اعلام کرده برنامه ربایش شهروندان اسرائیلی از سوی جمهوری اسلامی را در خاک ترکیه خونسا کرده، اما همچنان هشدار سفر به آن کشور برای شهروندان اسرائیلی پابرجاست. کانال 11 اسرائیل میگوید این عملیات پیش از کشته شدن حسن صیاد خدایی، فرمانده نیروی قدس سپاه، انجام شده. همزمان با اعلام سفر برنامه ریزی شده بایدن به ریاض و بالا گرفتن تنش‌ها میان اسرائیل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاموش کردن 27 دوربین نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران را ضربه‌ای مرگبار برای بازگشت به مذاکرات برجام توصیف کرده. رافائل گروسی دیروز از مقامات ایران خواسته فوراً به میز مذاکره برای احیای برجام برگردند.
جمهوری اسلامی پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس اتمی علیه ایران 27 دوربین فراپادمانی آژانس را خاموش کرد. اما بشنوید از واکنش ایران. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس اتمی میگوید ایران به تعهدات پادمانی خود عمل میکند اما از نظارت‌های داوطلبانه سر باز زده. آنچه که الان جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده کاملا و جز به جز و طابق و نعل به نعل مطابق تعهدات جمهوری اسلامی ایران در پادمان است. آنچه که جمهوری اسلامی ایران متوقف کرده برخی اقدامات داوطلبانه است. اینکه در مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این رو ندونه یا به عمد این رو گونه دیگه‌ای جلوه بده واقعا جای تأسف داره. جمهوری اسلامی ایران تمامی دوربین های پادمانیش سر جاشه، تمامی اقداماتی که زیر نظر آژانس انجام میداده سر جاشه. ما هرگاه در یک توافق مرزی و طرفینی طرف مقابلمون از یک مصلحت مرزی و طرفینی عبور میکنه، تخطی میکنه، تجاوز میکنه، مختار هستیم که از تعهد اخلاقی که داریم خارج بشیم. بخشی از توضیحات سعید خطیب‌زاده رو شنیدید، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس اتمی. از آنجایی که هدف اصلی سفر بایدن به عربستان سعودی و اسرائیل امنیت منطقه و روابط کشورهای عربی و اسرائیل عنوان شده، کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون از تاثیر این سفر بر موقعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه میگوید. خب قطعا این سفر بخش عمدهش واقعا مرتبط به مسئله ایران هست. آقای بایدن در دوران تبلیغات انتخاباتیش انتقادات شدیدی رو علیه محمد بن سلمان و عربستان در رابطه با قتل خاشقجی مطرح کرده بود، اما تحولات این دوره اخیر، جنگ اوکراین و بنبست برجام و نیاز آمریکا به پایین آوردن قیمت انرژی به نظر میرسه که آقای بایدن رو سوق داده که روابطش رو نه تنها با عربستان عادی بکنه، بلکه حتی در گزارش‌ها اومده که یک هدف عمده آقای بایدن در این سفر این هست که در رابطه با عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان اقدام بکنه و حتی در کنگره آمریکا طرحی مطرح شده که آمریکا یعنی پنتاگون در رابطه با ادغام سیستم‌های ضد دفاعی اسرائیل و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس همکاری بکنه با این کشورها. همه این تمهیدات رو اگر کنار هم بگذاریم، همچنین بحرانی که در رابطه با آژانس بین ایران و آژانس هست و کشورهای غربی، خب به نظر میرسه که سفارایی هایی که در منطقه رخ میده و آمریکا نقش فعالی درش داره ایفا میکنه به سوی مقابله با ایران و مهار به اصطلاح برنامه هسته‌ای و برنامه منطقه و موشکی ایران هست. توضیحات کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون را شنیدید. علاوه بر موقعیت جمهوری اسلامی، تأثیر سفر بایدن به منطقه بر آینده روابط آمریکا و عربستان سعودی هم پرسش دیگری بود که آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا به آن پاسخ می‌دهد. نگاه بکنید به پیشینه رابطه حکومت سعودی، به خصوص زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد شد، وزیر دفاع شد، عملا کشور رو میگرداند. تا الان که آقای بایدن آمده سر کار و حدودا یک سال و چهار پنج ماهی از حکومت، اکشلی یک سال و شش ماه مزاد میخوام، از حکومت آقای بایدن میگذرد. نکته اینجاست، برخلاف آنچه که در تبلیغات انتخاباتی، در کارزارهای انتخاباتی آقای بایدن و دموکرات ها میگفتند، به خاطر نزدیکی بسیار زیاد محمد بن سلمان به ترامپ و خانواده ترامپ، جرد کوشنر داماد آقای ترامپ، ولی بالاخره آنچه که منافع ملی رو و دوستان رو عرض کنم بزرگ تعیین میکنه اشخاص نیستن، منافع ملیه. پس بذارید دوباره این جمله رو من بازسازی کنم. آنچه که دوستی ها و ائتلافات و اتحادات رو تعریف و تعیین میکند اشخاص نیستن، کشورها نیستن، منافع ملی هستن. منافع ملی به ندرت عوض میشن، معمولا یک سری، یک روند نسبتا مستقیمی دارند، اما در روند برآورده کردن نیازهای منافع ملی کشورتون متحدینی میان، متحدینی میرن، گهگاهی با اشخاص که شاید شما خیلی خوشتون ازشون نیاد باید سر میز مذاکره بشینید. و نکته اصلا مهمتر، بالاخره چه بخواهید چه نخواهید، عربستان سعودی متحدی است برای ایالات متحده در منطقه، متحدی است از بدو تولدش، متحد بوده، هنوزم که هست. اسرائیل، عربستان سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای دیگر منطقه مثل اردن، مثل کشورهای شمال افریقا، مثل مصر و الجزایر و مراکش و تونس، اینا همه
متحدین ایالات متحده اسلامی شن. عملا اگر در منطقه نگاه کنید غیر از جمهوری اسلامی و سوریه بقیه همه متحد ایالات متحده هستن، یا متحد خیلی خوبن یا متحد احسن. به خاطر همین اینجا است که این سفر دو جنبه دیگر هم دنبال میکنه. نکته اول ایجاد کردن فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی که حتی با رابط ملی هم نتونست کنار بیاد. همینطور از آرش آرامش در رابطه با احتمال افزایش مشارکت نظامی اسرائیل در منطقه خلیج فارس پس از این سفر پرسیدیم. بدون شک اسرائیل به این چشم داشته و میخواد این کار رو بکنه. الان ببینید که اسرائیل رابطه عادی دارد با امارات متحده عربی، با بحرین، با سودان و با مغرب. رابطه عادی دارد سالانه دورادور با اردن و با مصر. الان به احتمال زیاد رابطهشون حسنه تر هم خواهد شد با عربستان سعودی و رابطه حسنه هم داشتند با قطر و همچنین با عمان. من میگم تنها کشوری که در این منطقه متحد فقط یکی دارد جمهوری اسلامی است که اونم حکومت عربی بعثی آقای اسد است. غیر از اون همه یا متحدین ایالات متحده هستند و متحدین ایالات متحده هم متحد اسرائیل. تحلیل آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو شنیدید در رابطه با تاثیر سفر بایدن بر عربستان سعودی، روابطش با این کشور و همینطور روابطش با اسرائیل. روسیه در 100 روز اول جنگ علیه اوکراین با فروش سوخت‌های فسیلیش به کشورهای سراسر جهان 93 میلیارد یورو به دست آورده. این در حالی است که حجم صادرات نفت و گاز مسکو کاهش قابل توجهی داشته. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، اتحادیه اروپا به تنهایی 61% از صادرات سوخت فسیلی روسیه را دریافت کرده. اما آخرین خبرها از میدان نبرد در اوکراین. به گفته مقامات محلی، نیروهای روسی یکی از پل‌های شهر محاصره شده سویرودونسک را منهدم کردند. فرماندار استان لوهانسک روز یکشنبه گفته ارتش روسیه مسیر احتمالی تخلیه غیر نظامیان را از بین بردند. ولودیمیر زلنسکی هم در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت هدف کلیدی تاکتیکی روسیه تغییر نکرده و تمرکز آنها اشغال این شهر است. و عفو بین‌الملل روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، متهم کرد. این سازمان با انتشار گزارش تازه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد صدها غیر نظامی به دلیل استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه کشته شدند. روسیه همواره استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را رد کرده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید به شواهدی دست یافته که این مسئله را تایید می‌کند. همکارم بردیا افشین از کیف و توضیحات بیشتر او در رابطه با گزارش اخیر عفو بین‌الملل. از متن خود گزارش نقل می‌کنم، در متن اومده که استفاده مکرر از بمب‌های خوشه‌ای بسیار تکان دهنده است و نشونگر غایت بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به جان شهروندان، اتفاقی که به گفته عفو بین‌الملل در اطراف خارکیف رخ داده. یادم نرفته که خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین، یکی از اهداف اصلی ارتش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بودند برای تصرف. فاصله چندانی با مرزهای روسیه نداره، 30 کیلومتر، و از همون روز اول زیر محاصره بوده و از همون روز اول شواهد نشون میده که هر اون چیزی که نیروهای روسیه داشتن به دستشون میرسیده بر سر مردم خارکیف خراب میکردن، جوری که در خیلی از مناطق حومه خارکیف به خصوص در شمال شرق چیزی، یک ساختمان نیست که در واقع ایمن مونده باشه. حالا گزارش عفو بین الملل همین رو ثابت میکنه. البته خیلی هم سخت نیست که به شواهدی دست یافت که بمب‌های خوشه‌ای رو بشه دونست که اونجا استفاده شده یا خیر. خیلی روشنه که اگر جایی ازش بمب خوشه‌ای استفاده شده باشه شواهد در دسترس و اون شواهد بسیار قانع کننده حالا سازمان عفو بین الملل داره. بمب‌های خوشه‌ای می‌دونیم که بیش از 110 کشور جهان اون رو منع کردن. خیلی از جامعه بین الملل در واقع استفاده از اون رو توصیه نمی‌کنه، مخالف اون سازمان ملل متحد از جمله. و حالا بمب‌های خوشه‌ای که روسیه همواره رد کرده، گفته استفاده نمی‌کنه، گفته که در مناطق شهروندان رو هدف قرار نمیده. روشنه که با مدارک به دست اومده دست کم 600 نفر در خارکیف با بمب‌های خوشه‌ای کشته شده. دو برابر این عده مجروح شدن، خیلی از اونها عضو جوارحشون رو از دست دادن. خیلی از این اتفاقها در جاهای افتاده، در مناطق پر جمعیت شهری افتاده، چون مثلا مهد کودک ها و بیمارستان ها و تعداد بسیار کودک کشته شدن. بردی افشین گزارش میداد، همکارم از کیف پایتخت اوکراین.
در پی برکناری یک روزنامه‌نگار منتقد دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی در امور عراق، شبکه مدافعان داوطلب آزادی بیان نسبت به افزایش دستگیری روزنامه‌نگاران از سوی دادگاه‌های عراق هشدار دادند. در بیانیه منتشر شده از سوی این نهاد با اشاره به افزایش دستگیری، اخراج و سرکوب روزنامه‌نگاران به نقش برخی نهادهای دولتی از جمله شورای قضایی عراق و دادگاه‌ها در این رابطه اشاره شده. توضیحات همکارم تروسک صادقی را از اربیل بشنوید. بیانیه شبکه مدافعان داوطلب آزادی بیان که شماری از وکلای عراقی رو در بر میگیره با لحن بسیار تندی انتقاد کرده از دولت عراق از یک طرف و از طرف دیگه از شورای قضایی عراق و دادگاه‌های این کشور به دلیل فشاری که دارن به روزنامه‌نگاران میارن و به آزادی رسانه‌ها در این کشور وارد می‌کنن. گفته که این رفتار ادامه رفتار رژیم بعث هستش، طوری که با رسانه‌ها داره رفتار میشه در عراق، و به طور اختصاصی اشاره کرده به این که شورای قضایی عراق و دادگاه ها لیستی از اسامی روزنامه نگاران رو در دست دارن که در پی این هستن این حکم بازداشت این روزنامه نگاران رو به زودی صادر بکنن و اونها رو از کارشون برکنار بکنن. بیانیه میگه که سرکوب، تهدید، فشار، برکناری و دستگیری روزنامه نگاران به دستور شورای قضایی عراق و دادگاه ها در حال افزایش هستش. از تمامی وکلا در عراق درخواست کرده که به این کمپین بپیوندن مدافع آزادی رسانه و روزنامه‌نگارانی که در به نوعی حالا اشاره کرده به اینکه جانشون در خطر هستش به اونا کمک بکنن. حتی خطاب به نهادهای بین‌المللی مدافع رسانه درخواست کمک کرده و گفته که این نهادها باید وضعیتی که روزنامه‌نگاران در عراق دارن اون رو سپری می‌کنن تحت نظر داشته باشه. اما بیانیه همونطور که شما هم اشاره کردید در واقع واکنشی هستش به حکم دستگیری که از جانب شورای قضایی عراق برای یک روزنامه‌نگار به نام سرمد تائی منتشر صادر شده بود. ما اواخر ماه می گذشته سرمد تائی در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد به عنوان یک روزنامه‌نگاری که شناخته شده استش در چارچوب اینکه منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، به خاطر دخالت‌هایی که در امور ایران دارن، به خاطر حمایت‌هایی که از گروه‌های مسلح در عراق انجام میدن و فضایی که در عراق به وجود اومده، این روزنامه‌نگار منتقد بعداً ناچار شد که شورای قضایی عراق اون رو، یعنی حکم بازداشتش رو صادر کرد، اون رو برکنار کرد. تروسک صادقی همکارم از اربیل گزارش میداد. نتایج اولیه دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به رأی اکثریت دست پیدا کرده. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده نیروهای میانه روی متحد مکرون بیش از 25% را به خود اختصاص دادند. طبق آمار وزارت کشور فرانسه میزان مشارکت در این دوره انتخابات تنها 47.5% بوده. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش میده. انتخابات پارلمانی فرانسه نشون داد که حالا حزب امانوئل مکرون در وضعیت دشواری قرار داره. حزبی که اتحاد رو تشکیل داده با احزاب میانه روی دیگه برای اینکه بتونه اکثریت کرسی‌های پارلمان فرانسه رو به خودش اختصاص بده. اما آرای این حزب با آرای ائتلافی که تشکیل شده از گروه‌های چپ بسیار به هم نزدیکه. حزب ائتلاف با هم که به رهبری امانوئل مکرون تشکیل شده تونسته 26.75% آرا رو به دست بیاره، در حالی که آرای چپ 26.66%. یعنی اختلافشون با هم کمی بیش از 21,000 رأیه. به همین دلیله که کار برای امانوئل مکرون و حزبش بسیار سخت شده. احتمالاً همونطور که اشاره کردی کرسی‌های بیشتر دست این حزب خواهد بود، ولی اکثریت مطلق رو نخواهد داشت. اکثریت مطلق یعنی حداقل 289 کرسی رو نمایندگان این ائتلاف از آن خودشون بکنن. طبق این نتایج اولیه کرسی هایی که در اختیار امانوئل مکرون میتونه قرار بگیره برای حزبش 275 تا 320 کرسی خواهد بود که حالا بعد ببینیم میتونه اون اکثریت مطلق رو به دست بیاره یا نه. کار بسیار مشکلی خواهد بود با توجه به این بسیجی که ایجاد شده دور گروه های چپ و یک اتفاق تاریخی، اتفاقی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رخ داد و
ژان لوک ملانشون نامزد چپ افراطی تونست این گروه ها رو بعد از مدت ها دور هم جمع بکنه و این ائتلاف رو تشکیل بده و حالا احتمالاً 180 تا 210 کرسی رو هم در پارلمان فرانسه بتونن به خودشون اختصاص بدن بر اساس حالا نتایجی که دور دوم هفته آینده مشخص خواهد شد. بنابراین می‌بینیم که کار برای ایمانوئل مکرون بسیار سخت خواهد بود، اپوزیسیون بسیار قدرتمند رو در مقابل خودش در مجلس فرانسه خواهد داشت و نیروی سومی که حالا اینجا تشکیل شده نیروی حزب راست افراطی مارین لوپن هست که تونسته 19.2% آرا رو به خودش اختصاص بده و احتمالاً بین 10 تا 25 نماینده رو به پارلمان فرانسه بفرسته. اگر بتونه بالای 15 نفر رو در واقع نماینده به دست بیاره، این کمک خواهد کرد که یک گروه پارلمانی در واقع ایجاد بشه. توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم رو شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنونم که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید.